çekeceğim. در ملت غیور عرب دست به دست با هم میشینیم. ما از طرف ریاست استخبارات بامیان الحمدلله تقریبا 7 فابریکه از مواد مخدر شما خودتان در جریان هستیم که ضبط کردید 7 سپردیم و دویمی دیگه به حساب مهمات و صلاح
ما خوش به رضایی خود ملت شریف بامیان سلایی که در نزدشان بوده خودشان افتخارانه به ریاست استخبارات بامیان تحویل دادن و چون که فرمان امیرالمومنین صاحب است که ما در هیچ جا سر خانه کس به خاطر سلا یا به خاطر مثلا تو کی هستی و کی نیستی ما از امر امیر خود اطاعت ما هیچ جای نداره ما از خداوند متعال آرزوی ما همیسته که خداوند دیگه در افغانستان صدا خیر بالا نکنه و امن و امنیت مردم ما در یک فضای آرام زندگی بکنه ما از شما جوانان هم زیاد تشکر میکنیم خصوصا از جوانان ولایت بامیان همگیشان واقعیت مردم بامیان مردم دین دوست و صلح دوست بودن بامیانی ها در تاریخ ثابت کردن که در بامیان الحمدلله یک فیل صورت نگرفت شما شاهد هستید که مجاهدین در بغلان رسید مردم شریف بامیان ولایت را در خدمت امارت اسلامی گذاشتن امروز ما به حیث یک فرد بامیانی و به حیث یک مسئول امارت اسلامی فقط تشکر و تقدیر از ملت بامیان میکنم که این امنیت اول با کمک سیانت خداوند است و دوم با کمک ملت است که الحمدلله بامیان یک ولایت است که بی‌نظیر از دست افغانستان که شما شاهد حال هستید که در این گذشته خوب دیدین که حدود 60,000 بالا کسایی که آمدند در اینجا از بند امیر دیدار کردن از گستانی بودهای بامیان و شاری زهاب و شاری غلغله و نکوی بابا و ما شما معلوم میشه که 5 مرکز تاریخی بامیان داره ما ایر افتخار میکنیم باید یک بچه بامیانی که الحمدلله ولایت ما امن و امنیت است ما وقت در شب روز در خدمت همشهرهای بامیان هستیم مردم بامیان مردم شریف است پیش ما سلا و مهمات مطرح نیستن چون که امو عفی امیرالمومنین صاحب شده هر کس سلا داره مهمات داره در خانش باشه فقط دفاع از ننگ و ناموس خود در مقابل دشمنی ننگ و ناموس خود و ما در دیگه انشاءالله مردم اطمینان میتیم در دیگه جایی که تلاشی ها صورت گرفتن شما شاهد حال بودیم که بین از بیها اونجا سیب صورت گرفتن الحمدلله در بامیان شب رو شما میبینیم که خصوصا در مای عاشورا چه رقم تجهیز صورت گرفت که خواست باشم در خدمت این برای ما قسم خورد که قاری صاحب تا اندازه آخر ما سر بلخاب اقدام نکردیم تا که از طرف بلخاب سر ما اقدام نشد دو تا پلا و یک تا تانگ نازد در مجاهدین شهید نکردن بازم ما نیت اقدام نداشتیم که مردم افغانستان را سرش اقدام بکنیم چرا که کل ما از یک پایگر هستیم افغانستان است عظمت و جایه امروز بسیار سهولت است لدست ما این مجاهدین با بسیار سختی ها و با بسیار تکلیف ها ایرا را بدست آوردن با بسیار قرب طب تلاش خدا به اندازه وسط توان خود در ولایت بامیان کردیم که بسیار خوب استوردهای خوب داشتیم بسیار نتیجه خوب در ولایت بامیان داد که ما یگانه کوشش که در ولایت بامیان کردیم در مقابل از این استاد شدیم که در ولایت بامیان به مثل بلخاب جنگ آغاز نشد خصوم الحمدلله به این مقصد رسیدیم و کامیاب شدیم مخالفینی که مخالف و دشمن مردم ولایت بامیان بودن اونا ناکام شدن الحمدلله یک امنیت بسیار تکمیل در ولایت بامیان تامین شد دیگه اکثریت کارخانه هایی که بودن تقریبا 3-4 کارخانه ده به خاطر ساخت و ساز شیشه و پودر بود از طرف هلمند انتقال کرده بود به ولایت بامیان ما دبیری از اونا را گرفت اونا را خونسا ساختیم معاملین این کارا مثلا والی و مکمه مریفی ساختیم دیگه الحمدلله از طرف ریاست استخبارات ولایت بامیان بسیار خدمت های در بامیان ما کردیم که خدمت کردیم بعدا هم بر ما توفیق عملی نکردن ما هم شو خدمت دیگه ما کوشش به این کردیم که دور سالی ها ما یک دفتر کمیسیون داریم کمیسیون مردمی هست که دفترهایش در هر مسئله ولایت بامیان هست با توسط کمیسیون و با کمک ریاست استخبارات ولایت بامیان ما کوشش کردیم که اقوام در بینش با اتفاق و با اتحاد بسازیم دوره ابتدایی ماسکر است که دوره ابتدایی ماسکرات ما یک نیم ماه هست کسی که مربوط کندک استشهادی میشه اونا ماسکرایشان مربوطی ماسکرا نمیشه مربوطی مرکزهای تعلیمی نمیشه دیگه این مجاهدینی هستن که قبلا ترنینگ نشده بودن از بخش نظامی و فکری و عقیدهی اینا برخوردار نبودن که الحمدلله در یک نیم ماه اینا برخوردار شدن پاسخی اول خود نگرفتم که از مورد اختلافات چقدر حاد است و چقدر شما نگران از این مورد هستید اختلافات در افغانستان شاید اختلافات در افغانستان کلی مردم افغانستان است دیگه کشورام شاید از این هست که مردم افغانستان که در 20 سال و 40 سال اینقدر تکلیف دیدن و اینقدر مشکلات
تعامل کردن در افغانستان، این کلش نتیجهش همین اختلافات قومیت در افغانستان که ما کوشش میکنیم، ما تنها نیستیم، کل مسئولین امارات اسلامی است، اکثریت که در دیگر کشورها زندگی میکنن در افغانستان هستن، اونا هم کمک میکنن به اینا، اونا هم خوشحال به این هستن که در افغانستان باید اختلاف اوترف شد. ما بسیار تخلص میکنم از روایت پروان ارساله شیخ علی مدت اکنم آمیشه که ما در اینجا آمدیم به خاطر تعلیم نظامی که الفاتح خدمتکار از اینجا تمرین کردیم، تمرینات خود را بواجه احسان پیش بردیم و توسط استادان با تجربه که از مرکز کابل آمدن استفاده کردیم، الحمدلله هستیم در این، خدا را هزار بار شکر که امروز در ما مثلا در یک جای که مثلا یک جای که خلافکار باشه در اینجا بوریم، بسیار با وجه احسن اونها را گرفتاری بکنیم و در اینجا تکنیکای خیلی موفق نظامی را توسط استادان خود در اینجا چی کردیم ما مختیم و از هر نگاهی که باشه ما در نظام باشه انشاءالله پیش می‌بریم. شما این از اولاد پروان